خودتون کریتیویتی و ابتکار نشون بدین نمیذاره و بعد آنی که یه اشتباه میکنین ایراد میگیره و مرتبم داره بهتون دستور میده، میبینین که چقدر با اون حالت هیجانی که شروع به کار کردین آروم آروم در شما کشته میشه و نمیخواین اونجا باشین، دوست ندارین. در حالی که اگر رئیسی داشته باشین که بگه این کارو انجام بده، هر جوری میخوای انجام بده، براش هم مهم نباشه چه ساعتی میایین چه ساعتی میدین، انجام دادین انجام ندادین، شمایی که سخت کار میکنین با اون کسی که اصلا کار نمیکنه، به اندازه دارین حقوق میگیرین، هیچکس اپریشییت نمیکنه و نمیشناسه نمیبینه زحمتایی رو که شما میکشین، هیچکس هم متوجه بیمسئولیتی کسی دیگه نمیشه، اون محیط هم شما رو میزنه و فکر میکنین من چرا این همه زحمت بکشم وقتی یه نفر دیگه نمیکشه. ولی وقتی به شما راه و حد و مرز رو میدن و یک جوری باید جوابگو باشین، متوجه میشن وقتی که یک ابتکاری از خودتون نشون میدین، وقتی شخصیت خودتون رو اون تو میارین و جزی از این سازمان میکنین و به شما آفرینشون رو میگن و یا لبخند میزنن و یا به شما نشون میدن که دارن میبینن که شما انسانی هستین که متفاوت فکر کرده، اینجا این ابتکار رو به خرج داده، داره سخت کار میکنه، اینجا این شکل این قانون رو دوست نداشت، با من صحبت کرد راجبش، با هم دیگه نگوشید کردیم و یه قانون جدید آوردی و بعد توی یک میتینگ راجب این که چقدر ابتکار کردی و چقدر این راه جدید رو که به وجود آوردی داره سازمان رو پیش میبره، اصلا نمیخواین از اونجا برین، اصلا دوست ندارین که اونجا رو کنار بذارین، میخواین که اونجا رشد بکنین، میخواین باشین و میخواین که کوآپریت بکنین، میخواین که همراهی بکنین. و این درست همین مسئله است که شما وقتی حد و مرزش سر کار اگه قرار ساعت 9 باشین باید ساعت 9 باشین، بچه اگر قرار ساعت 7 8 مدرسه باشه باید مدرسه باشه و بنابراین اونجا نمیتونین بگین اوکی قربونه دارم امروز مدرسه نرو، و اونجاست که باید یاد بگیره که این مسئولیت توه و باید بریم و میفهمم که امروز دوست نداری، میفهمم که امروز خسته ای، امشب میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم ولی الان موقع مدرسه رفتنه و من واقعا متاسفم که امروز خوشحال نیستی که میخوای بری ولی باید بریم. محکم اونجا میستین، ولی وقتی هم یه کاری میکنه که قشنگه یا معلم داره میگه امروز یک همچین ایده ای رو به کار برد و بسیار جالب بود، اونم بهش میگین واو چقدر جالبه که چقدر خوبه که خودت این کارو کردی، چقدر خوبه که 4 تا 5 تا بلاکو خودت گذاشتی، حتی اگه بلاک داره شیک میکنه اوه، ولی 4 تاشو روی سر هم دیگه گذاشتی بدون اینکه دست خودتون رو توش بکنین. ولی اونجایی که مهمه، اونجایی که باید سیف باشن، امن باشن و سالم باشن، میتونین اون لیمیتا رو محکم نگه دارین. یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که برای اینکه اون کانکشن رو، اون رابطه رو ایجاد کنین و برای بچه‌ای که اعتماد نداره به دنیا و چیزایی که داره، اون پیغامایی رو که داره میگیره پیغامای بسیار شیرینی نیستن و داره اذیت میشه، اینکه شما این رابطه رو ایجاد بکنین، اونجا براش باشین، حمایتش بکنین، کنارش باشین و با فلور تایم، با اینکه هفته نیم ساعت تا یک ساعت سه ربع ساعت ولی حداقل نیم ساعت رو کنار بذارین و باهاش بازی بکنین که اون رئیس باشه، اون به شما بگه قانون بازی چیه و اونجا این رو بهش بدین که اونجا احساس بکنه شما واقعا علاقه دارین به شخصیت اون پی ببرین، به چیزایی که اون دوست داره و به اون ایده و ابتکارایی که خودش میخواد به کار ببره. بعد از اون برای اینکه اعتماد رو به وجود بیارین، برای اینکه دنیاش رو سیف و سیکیورتر و مطمئنتر بکنین، یه چیزی به اسم نوتیفای کردن، وارنینگ دادن، اخطاریه دادن وجود داره که همیشه میتونین به کار ببرین. بچه 6 ماهه تو اتاق نشسته، شما میخواین تلفن زنگ بزنه، تلفن جواب بدین، فوری برگردین بگین مامی میره تلفن رو برداره و بیاد. بچه 6 ماهه زبون نمیدونه ولی دست شما، علامت شما، زنگ تلفن زده میشه، مادر با دست و با لبخند و با حرف داره با من یه چیزایی میگه، از اتاق میره با تلفن برمیگرده، یه دفعه دیگه، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم، تا تلفن زنگ میزنه من به صورت تو نگاه میکنم که چی کار داری میکنی، انگشت تو میبینم، صحبتاتو میبینم، بعد میری سرمو اینجوری کج میکنم چون میدونم که الانه که با تلفن برگردی، پیکچر تو، تصویر تو که داری با تلفن برمیگردی برمیگرده و به من این اطمینانو میده که روزی که تو از اتاق بخوای پاتو بیرون بذاری به من میگی. و بعد ما توی 1 سالگی، توی 2 سالگی وقتی بچه ها رو مدرسه میذارین 2 سال و نیمه، خواهش میکنم ازتون بچه ها رو نذارین، پشتتون رو کنین بیاین بگین خب گریه میکنه، عادت میکنه، بهش گفتین یه موقعی تو ممکنه سرتو بالا کنی و مامی دیگه اونجا نیست، معلومم نیست که برگرده.
بهش بگین مامی میره و برمیگرده، یک هفته دو هفته باهاش بمونین تا بهش نشون بدین که معلم‌ها خوبن، که اون محیط خوبه، تا خودش عادت کنه، تا یه دو تا دوست بسازه و اونم راه خودش رو داره که چجوری اونجا باشین، نه اینکه اونجا باشین و بهش توجه کنین یا به معلم بگین بهش غذا بده یا مواظبش باشین، چون اون وقت اون احساس میکنه که بهتون احتیاج داره، باید اونجا باشین. میرین یه گوشه میشینین و یه کتاب میگیرین و میخونین بدون اینکه کوچکترین توجهی بهش بکنین. اگر داره نقاشیشو میاره شما ببینین، بهش میگین میخوام مثل بچهای دیگه تو خونه ببینم، منو سورپرایز کن، برام بیار خونه، اینجا نبینم. و این پیغامو بهش بدین که من فقط اینجا نشستم تا تو به اینجا عادت بکنی. ولی وقتی میخواین دستشویی بریم، بلنشین بگین من دارم میرم برمیگردم، من دارم تو آفیس مدیر میرم برمیگردم، من دارم میرم خرید بکنم برمیگردم. یک ساعت بذارینش فوری برگردین، هیچ وقت دیر دنبالش نیاین، زود دنبالش بیاین و برش دارین که مادرای دیگه نرن و اون منتظر که مامی آیا هرگز از این در میاد تو، چون اون هنوز مطمئن نیست چه اتفاقی میخواد بیفته. این نوتیفای کردن، اینی که همیشه بهش میگیم چه اتفاقی میفته، 5 دقیقه دیگه ما شام میخوریم مادر جون، بازی تو تموم کن، 10 دقیقه دیگه که تلویزیون تموم شد موقع خوابه، تلویزیون رو خاموش میکنیم میریم که پیژامه بپوشیم. هر شب این اخطاریه 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه نسبت به اینکه چه سنی هست بهش بدین، تا اون احساس بکنه که یه کنترلی روی دنیا داره. دنیای من دست منه، من میدونم چه اتفاقی بعد از این میفته. و این اطلاع کردن، اطلاع دادن تو به من، احترام تو به منه و اینکه من یه گریپ به دنیا دارم، یه جایی که انگار میکنین لنگر بهش میگن. لنگر کشتیمو میتونم بندازم و کشتیمو اونجا نگه دارم و کشتی من تلو تلو نخوره. و تشویش و التهاب رو برای این بچه ها خیلی کم میکنه، چون وقتشون صحبت میکردیم که خیلی موقع ها این کلن بچه ها ولی این گونه به کودکانی که داشتیم صحبت میکردیم تشویش و التهابشون خیلی بالاست. وقتی که نوتیفیکیشن برشون به وجود میاد از قبل گفته میشه، یه مقدار انگار گفتن و مکررن تکرار کردن آروم آروم اصلا sense of familiarity، دانشی که خب من این جمله رو قبلا شنیدم، او میدونم قراره چه اتفاقی بیفته و اگرم عکس العملی دارم، حالا عکس العملم رو میتونم داشته باشم و یه مقدار خودم رو آروم بکنم تا تازه به اون زمان برسم. و میبینیم که چقدر تشویش و التهاب رو کمتر میکنه وقتی که این حال و هوای گفتار وجود داره برای اینکه چه اتفاقی میفته و اتفاقای مثبت. خیلی از اشخاصی که تشویش و التهاب دارن به خاطر اینکه منتظرن یه اتفاق ناگوار بیفته در آینده، واسه همین تشویش و التهابشون بیشتره. ولی زمانی که من مکررن دارم یادآوری میکنم که تا چند لحظه دیگه، تا چند دقیقه دیگه اتفاقا مسئله خوبی قرار اتفاق بیفته، منم با تو خواهم بود و میدونیم که یه مقدار دنیای خودمون رو با اینی که دنیای خارج ممکنه که یکسان نباشه و همیشه همون اتفاقا نیفته، ولی دنیای خودمون رو تا حدی میتونیم نظم بهش بدیم که این نظم خودش اون حال و هوای تشویش و التهاب رو پایین میاره. و وقتی این نظم رو به وجود میاریم، حالا باز تعادله، نه همونطوری که شما فرمودین اون حالت ریجید باشه که مثل سربازخونه اینطوری باید باشه و هیچ نوعی دیگه نباشه، نه اینی که کاملا نظم از بین بره و بچه هر کاری که دلش میخواد بکنه و مادر پدرم هر کار دلشون میخواد بکنن، و این نظمی که به وجود میاد باز میبینیم که تشویش و التهاب رو کمتر و کمتر میکنه. مرسی از گفتارهاتون راجع به هم این کودکان، هم اینی که صحبتایی که شما داشتین میکردین و کلا در این یک ساعت گفتاری که داشتیم برای همه اشخاص، نه فقط این کودکانی که اول داشتیم صحبت میکردیم که شاید تخس باشن و یکی سخت‌تر باشن و یه ذره حساس‌تر باشن، بلکه گفتاری که داشتین برای کل بچه‌ها و تمام بچه‌ها کمک میکنه. و خب حواسمون اگر باشه برای بچه‌ها و کودکانی که یک مقدار حساس‌تر بیشتر هستن یا عصبی‌تر هستن، این نوع تنظیم کردن رابطه از فضای احترام، از فضایی که هم اونها به ما احترام بذارن هم ما به اونها احترام بذاریم، خیلی بیشتر این نه و نو و کش و مکش و پاور استراگل و
این فضای شاید بی احترامی کردن یا درد کشیدن درونی رو کمتر میکنه و التهاب رو کلا کمتر میکنه. این التهاب یکی از میتونم بگم بدترین چیزهایی رو که برای ما انسان‌ها به وجود میاد و خیلی از بیماری‌ها از همین التهاب داره به وجود میاد و زیربنای بیماری‌های فیزیکی و روانی بسیار بسیار زیادی هست.